拜登普京亲赴中东。上合组织再添新成员。风云对话走进德黑兰，专访伊朗副外长麦赫迪·萨法里。2022年7月16日，美国总统拜登结束上任以来的第一次中东之行，除了与以色列签订新安全协议之外，美国还在沙特召开阿拉伯国家峰会，希望建立遏制伊朗的共同战线，并称绝不允许伊朗获得核武器。就在拜登离开后的第四天，俄罗斯总统普京到访伊朗，与伊朗和土耳其领导人举行三国首脑会议，讨论叙利亚多边合作以及能源等多个议题。当天，伊俄企业签署战略合作谅解备忘录，俄罗斯企业将向伊朗石油业投资400亿美元，这是伊朗有史以来规模最大的国外投资协议。此外，两国在双边经济与商业贸易结算中将不再使用美元交易。近日，风云对话走进伊朗首都德黑兰，专访伊朗副外长麦赫迪·萨法里，这是他上任后首次在外国媒体发声。都是小孩的萨法来，萨法来来自中国的普京被伊朗，伊那头也只萨法打扫完，说这就俩子要避免困。阿瓦兰萨法的阿斯利伊雄哈达贝雄，把那种埃及拉斯塞加那边阿斯坦那边，像莫塔勒哈斯，不要你听埃及拉斯和卡里埃曼特吉，这个好呗。رؤسای جمهور زود زود هم دیگر میبینن و بسیار تاثیرگذار در روابط. تقریبا یک ماه نبود که جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم در ترکمنستان با آقای پوتین ملاقات داشتن برای خزر. یک ماه گذشت برای آستانه دوباره اینجا ملاقات داشتن که دو جانب است. به نظر من در این سفر نتایج بسیار خوبی داشت در بخش ترانزیت، در بخش انرژی، به خصوص توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی که خب این بسیار مهم و دراز مدت و استراتژیک است و ترانزیت هم خدمت شما عرض کردم و صادرات کالاهای ما به چین به ازبکستان به روسیه و برعکس کالاهای غلاتی که مورد نیاز ما است از طریق خزر و راهن ما دو تا مسیر داریم این داره تعمیم میشه ما به جای اینکه بریم از کشورهای راه دور غلات خودمون رو تامین کنیم از کشورهای مثل قزاقستان، روسیه، ازبکستان داریم این کار رو شکل میدیم. ببینید شما اهمیت استفاده ایران و روسیه از پول محلی به جای برای تصویب حساب و هم از همکاری در انرژی و نفت چیست؟ ببینید وقتی که روسیه اینو مطرح کرد ما ویلکام گفتیم. الان هم در بانک مرکزی ما رونمایی شد از روبل ریال که یعنی ما معاملاتمون با روبل ریال چطوره؟ اونا وقتی که پروژه تو ایران اجرا میکنن به ریال احتیاج دارن ما وقتی که خرید میکنیم در روسیه به روبل احتیاج داریم با ایجاد صادرات و وارداتی که داره شکل میگیره خلق ریال و روبل برای دو کشور ایجاد شده و الان این میتونه عملیاتی به شما این کار شکل بگیره. دکتر الان توسعه اقتصادی روسی هم مشکل هست. به نظر شما که روسی میتونی تا چه اندازه کمک میکنی به سرمایه گذاری و اقتصادی ایران؟ خدمت شما عرض کنم حالا شما میفرمایید اقتصادش مشکل داره. نفتشو که داره میفروشه. گازش هم که داره میفروشه. پولش هم که تقویت شده. به خاطر جون خوب بالاخره تقویت رو من فکر کنم اون رشدش همچنان مثل سابق داره جلو میره توافق روسیه و ایران شما هم پیگیری میکنی؟ بله میشه برای من جزئیات معاون
جزئیات چیه میشه به ما خبر بدید؟ ما در بخش انرژی فعال، در بخش صادرات ما به اونجا فعال، در مورد غلات هستیم، در مورد انتقال تکنولوژی روی کارخونه های فولاد، روی لوله سازی، روی مسائل ما، در دارو مصادرات زیادی داریم به روسیه، به خصوص داروهای بایویی، تجهیزات پزشکی. تو این زمینه ما همکاری های بسیار خوبی داریم. ترانزیت اصل کار ما. 作为今年上合组织的轮值主席国，乌兹别克斯坦早前宣布，伊朗在今年将正式成为上合组织成员国。伊朗与诸多上合成员国接壤，在各领域联系密切。与此同时，伊朗于6月27日正式申请加入金砖国家。金砖国家人口众多，地域辽阔，同为经济潜力巨大的新兴国家，在世界经济中扮演着举足轻重的角色。麦赫迪·萨法里，资深外交官，曾担任伊朗驻中国、奥地利和俄罗斯大使。作为主管伊朗经济事务的副外长，在采访中，萨法里为我们解析了伊朗加入上合组织与金砖国家的重大战略和经济意义。البته من از زمانی که روسیه بودم سفیر بودم تا شانگهای هنوز سازمان نشده. علاقه من بودیم که ما عضو شانگهای بشیم. حالا به خاطر تحولات انتخابات، ببین شما 4 سالی تا بیاین تکون بخورین ریاست جمهوری و انتخابات و پیوستگی سیاست ها تغییر میکنه. اما خوشبختانه این داستان اول با ناظر بودن شکل گرفت و بعدش هم با عضویت کامل. خب در شانگهای یه چیز جامعی است، سیاسی، امنیتی، اقتصادی. ما بیشتری و نظامی، حالا مبارزه با تروریسم و این مسائل جنایات سازمان یافته و اینها درش مستتر هست، اما ما جمهوری اسلامی ایران بیشترین گرایشمون اقتصادیه. نگاهمون به شانگهای با این اعضای مهمی که دارن، ما نگاهمون بهش اقتصادیه و علاقمند هستیم در بخش اقتصادی. ببینید جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد پول واحد هم داده که در بخش اقتصادی بتونیم با اقتصاد نزدیکی که بین ما و کشورهای مشترک المنافع در آسیای مرکزی با روسیه و با چین هست و با هند هست، هر چه زودتر، و پاکستانی که همسایه ما هست، هر چه زودتر بتونیم این اقتصاد رو به صورت یک اتحادیه، بخش اقتصادیشو شکل بدیم. این که من بریکس رو راجبش گفتم چون پیور اقتصادیه، این قضیه هم میتونه از طریق شانگهای شکل بگیره. من دارم فقط اقتصادی نگاه میکنم چون معاونت هم معاونت اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی. با یک دیپلماسی قوی میتوانیم اقتصاد بزرگ دنیا رو شکل بدیم و نیاز به دلار نداشته باشیم. شما پیشنهاد کردی که یه واحد ارز پول، پول مشترک. میگن که خیلی جالبه، جزئیات ایدیشون. حالا جزئیاتشو من نمیدونم. ما میگیم که اگر اعضای شانگهای یه پول واحد داشته باشن، بعد ما میتونیم اینو به کشورهای اکو هم توسعه بدیم. یا آی کشورهای اکو، شما میتوانید با پول واحدی که شانگهای که 6 تاش هم عضو است با این کار کنید. خب این یواش یواش خودش میتونه توسعه پیدا کنه. همونجور که دلار توسعه پیدا کرد، این پول واحد، حالا اسمشو بذارید آ، بذارید ایکس، هر چیزی، بذارید بیجینگ، بذارید مثلا مسکو، بذارید تهران، هر اسمی که داره، مثل بریکسی که ابریویت کردی، یه پول مشترک اینجا تعریف میشه. حالا حتی این پول مشترک هم میتونه سرریز بشه به بریکس. اگه بشه دو تا عضو جدید داره، میشه آمریکا، میشه آفریقای جنوبی و برزیل، چون هند هم آردی هست، روسیه هم که آردی هست و چین هم که آردی هست. پس پول واحد اون مطلبیه که میتواند اقتصاد کشورها رو با هم چیکار کنه، نزدیک کنه. دوستو چرا ایران پیشنهاد کرده هم پیوستن به بریکس؟ ما علاقمند هستیم به کشورهایی که ارتباطات استراتژیک داریم و اقتصادی پیور هست ما بپیوندیم. خب ما اگر به این بریکس بپیوندیم، هم به قاره آفریقا وصلیم،
هم به قاره آمریکای لاتین وصلیم، هم به چین، هم به هند، هم به روسیه. ما الان روابطمون با هند، با روسیه، با چین استراتژیکه. قبول دارید یا ندارید؟ با کشورهای آسیای مرکزی بسیار نزدیکه. خب ما ارتباط بسیار خوبی با آفریقای جنوبی داشتیم و خواهیم داشت. برزیل هم نمیگم استراتژیکه، سوسوه، بستگی داره کی بیاد سر کار اونجا اون ارتباط خودشو داشته باشه. اما اینی که ما چرا بخوایم وارد بریکس بشیم، برای اینکه میخوایم بیام اونجا اقتصاد خودمون رو چکار کنیم، گره بزنیم به اون اقتصادها و در تبادلات یه اقتصاد پایدار خوب مثل کشورهای دیگه پیدا.2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步终止履行协议部分条款，但承诺所采取措施可逆。伊核协议相关方于2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行多轮谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与。谈判于今年3月宣布暂停。7月26日，为促使美伊继续履行伊核协议，欧盟已向双方提出新的草案文本，而后伊朗称愿再给美国一次机会。多次参与维也纳谈判的萨法里副外长又会如何看待伊核协议的未来呢？این فرصت ایجاد شد که مصاحبه کنم. ببینید ما دولت 13ام علاقمندی زیادی داره که برجام رو حل کنه. یعنی برگرده و مسائل و مشکلات رو رفع کنه. برجام پس واسه ما در اولویت بسیار خوبی است که مثلا شرش. خب منتها این برجام دو طرف است دیگه. اون طرف مقابلم باید با مسائلی که مذاکره میشه موافقت کنه و فرصت طلبی نکنه. و باید یک معامله منصفانه برد برد باشه. و هر صورتی شده ما با طرفین مذاکره کردیم، حتی در وین بودیم، نماینده چین، روسیه و انگلیس، فرانسه، آلمان، مذاکرات داشتیم، متنوع بود. اما باید ببینیم اون طرف مقابل چه فرصتی رو میخواد استفاده کنه و تحمیل کنه نقطه نظراتش. توقف به این مسئله است، ولی از طرف ما تلاش هم میکنیم راه‌حل‌های مختلفی رو پیدا کنیم که به نتیجه مثبت برسیم. دوتا مذاکره هسته‌ای به نظر شما که الان به شکل قطر مثل دوحا یا آمریکا، اروپا، ایران این سه طرف مذاکره بوده یا بازم برمیگردی به ویه این ادامه میکنی؟ اینا مذاکراتیه که حالا تو قطر هست، ممکنه تو عمان باشه، وزرای خارجه. این نشون دهنده که جمهوری اسلامی در جهت اینه که تلاش کنه این کار به نتیجه برسه. ولی در نهایت اگر قضیه بخواد به نتیجه برسه، من احساسم اینه که در خود وین نهایی خواهد شد. به نظر شما آمریکا و ایران دیگه به طور مستقیم مذاکره مستقیم و خیلی آمریکایی‌ها اصرار دارن، ولی نظر رهبران ما اینه که ما مذاکره مستقیم با اینا نداشته باشیم، چون ما که ترک نکردیم، اونا ترک کردن. از طریق اون افراد باید این کار شکل بگیره و داره کار جلو میره. و مذاکرات مستقیم تا به حال هیچ تصمیمی روش گرفته نشد. بعضی چینی ها نگران هست اگه آمریکا و ایران به توافق برسه، روابط چین و ایران تسطیره. نه نه، این دولت بارها، دولت 13ام، آقای رئیس جمهور اعلام کردن ما یک سیاست متوازن داریم.
ما اگر رابطه من با غرب از لحاظ برجام اقتصادی شکل بگیره، محال دوستانمون رو فراموش کنیم، یا مثل چین، روسیه، هند، کشورهای سیاست فرق نخواهد کرد. در همون راستا محکم حرکت میکنیم، همینجور که در نه 8 سال گذشته، در 12 سال گذشته این ارتباط رو ما داشتیم و رئیس جمهور بارها اینو تکرار کردن. در تماس‌های تلفنی هم که با آقای شی جین پینگ داشتن تأکید کردن رابطه ما با غرب اگر درست بشه، تحریم برداشته بشه، هیچ تضادی نداره که این رابطه استراتژیک ما با چین، روسیه، هند، کشورهایی داریم هیچ خدشدارش نخواهد. 尽管美国总统拜登的任期还未过半，但关于2024年美国总统大选的消息已层出不穷。一边白宫表态称拜登将竞选连任，另一边特朗普身边的知情人士也透露他将卷土重来。今年5月，伊朗外交部敦促美国总统拜登解除特朗普时代的极限施压政策。有关专家表示，美国寻求重返核协议符合自身利益，而特朗普的做法是失败的。自美国退出协议以来，伊朗加紧了核工作。آقای ترامپ اعلام کرد که در انتخابات 2024 آمریکا شرکت میکنه. به نظر شما این جوری که برای برجام و آینده ایران و آمریکا چه تاثیری میذاره؟ آقای ترامپ، حالا من احساس من اینه که آقای ترامپ با این شرایطی که داره احتمال داره، این نظر شخصی منه، مجوز بهش نده. اما معاونش آقای پنس اونو دارن، چون میبینید آقای پنس داره فاصله میگیره، ممکنه اونم کاندید بشه. اما به هر صورت هر کدوم که بشن نشون دهنده اینی که فرصت برای برجام کمتره، ممکنه اون تحریما. اما ما برنامه ریزیمون به یک سمتی هست که به صورت خودکفا چکار کنیم، کار خودمون رو ادامه بدیم و از پتانسیل های موجودی که همین الان قبل از برجام ما داریم استفاده میکنیم و رشد بسیار خوبی در جهت صادرات و صدور خدمات مهندسی داشتیم. اینی که ما پیشبینی میکنیم، اما اینه که نگران نیستیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و اون مسیر خودمون، اون رودمپ خودمون چکار میکنیم ادامه میدیم.伊朗史称波斯，位于西亚腹地，扼守着东西交通要道。伊朗拥有丰富的自然资源和绝佳的地理位置，对伊拉克、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、波斯湾沿岸国家、高加索国家、中亚独联体国家市场都有辐射影响。这里不仅是古代丝绸之路上的一站，也是现代中国一带一路的沿线国家。多年来，中伊友谊深厚，双方政治互信日益巩固。8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，随即伊朗外交部谴责这一行径侵犯了中国主权和领土完整，违反了联合国宪章。除了在涉及彼此核心问题上相互支持，中伊在各领域互利合作稳步推进。1月14日，中国国务委员兼外长王毅同伊朗外长阿卜杜拉西扬在江苏无锡正式启动了中伊25年全面合作协议。该协议由中伊双方去年3月份签署，涵盖战略及经济等范畴，聚焦能源、基础设施、制造、技术等领域的合作。توافق همکاری اشتراک چین و ایران این خیلی مهمه. شما آره، شما پیشنهاد کردی و به نظر شما این به کجا رسیده الان و دستاورد این توافق
تا کی میتونید در اقتصاد این دو تا کشور خواهیم دید؟ ببینید حدود 6 ماه پیش در سفری که جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان داشتن به چین و ملاقاتی با وزیر خارجه محترم چین آقای یانگ یی داشتن، هر دو اعلام کردند با توافق طرفین که از امروز قرارداد 25 ساله بین چین و ایران فعال. شما اگه برید متن اینو بخونید همه زمینهای گردشگری از خب میگه به عنوان کووید 19 نشده، کار بانکی هست، مالی هست، کار خدمت شما از کنم فاینانس هست، کار اجرای پروژه ها هست، در بخش انرژی هست، اما فعال همگانه نشده. ما در بخش صادرات کشاورزیمون نسبتا موفق بودیم. اگه اینو تو کشورتون اعلام کنید، الان مرکبات صادراتش رو ما مجوزش از چین گرفتیم، لبنی رو گرفتیم، عسل رو گرفتیم، میگو رو گرفتیم، چند نوع آبزیان و ماهی ها رو گرفتیم، از همه مهمتر زعفران که قبلا به صورت دارویی بود الان به صورت صادر شده و این میتونه یه رشد خوبی رو در جهت صادرات ما به چین داشته باشه. من خواهشم اینی که شما هم در کار تبلیغاتیتون، چه صنایع دستی ما، چه فرش ما، چه این اقلام، میتونه اون خلق پول رو در کنار انرژی بکنه. این خیلی مهمه. دو، اما به نظر من در چارچوب قرارداد 25 ساله ما خیلی امکاناتی هست که بتونیم روابط خودمون رو توسعه بدیم، به خصوص سرمایه گذاری در کشور ما. دوتا در مورد عوض چینی رو که آخرین بخشه که خیلی مهمه، که به نظر شما در بالای پیشرفت و دنبال کمربند ایران چه چالش و فرصت ها مواجه هست که برای اتصال چین و اروپا؟ از اینجا بره ترکیه، ترکیه بره به اروپا، یا میتونه آلترنتیو بره باکو، از باکو بره دریای سیاه بره به شمال. از طرف دیگه از جنوب شما باز میتونید هم کالا بیارید به شمال و ببرید از طریق قزاقستان. شما کشورتون بسیار پهناوره. ما الان سنگی که به شما صادر میکنیم میاد به شیامن، از شیامن تازه میاد تو سینکیان، شما دارید سینکیان رو توسعه میدید، یا میاد به استانهای غربیتون، در صورتی که یه شورتکات از این بر اگه اینفراستراکچرها درست بشه. سه، تجارت بهتون گفتم کوتاهه اما باید بشه، اما کار پروژه‌ای چیه؟ لانگ ترمه، که شما در پروژه‌هایی که چین در ایران انجام داده ملاحظه میکنید، در بخش پتروشیمی و پالایشگاه اینا تونسته مؤثر باشه. آخرین سوال، که به عنوان یک دیپلمات معروف در ایران، شما چه خاطرات خوبی در چین داشتی و چه پیام میخواه از طریق فونیکس تیوی به مردم چینی بفرستی؟ یک، من احساسم اینه که مردم چین بسیار خوب و مهربان هستن، بسیار فامیلی هستن، تلاش کردن فرهنگ خودشون رو حفظ کنن. من یه مطلبی که همیشه مثال میزنم، نگهداری از پدر مادر، نگهداری از بچه، عیناً مثل کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است. به عنوان یک کشور فرهنگدار، تاریخدار، برای من بسیار جالب بود. مردم بسیار مهربونی دارن. اینکه خاطرات بسیار خوش من دارم و یکی از همه مهمتر تعطیلات آخر هفته، شنبه شنبه. شما هیچ وقت احساس سکوت در چین نمی‌کنید. شما تو کشورهای اروپایی شنبه شنبه دیوانه میشید از سکوت، ولی در چین تا 12 شب از این کوچه ها که رد میشید احساس زندگی میکنید، احساس حیاته. این خودش گرمی مردم، فرهنگ فامیلی بودن بسیار مهمه. پیام این که ما علاقه من هستیم روابط تجاریمون روز به روز تقویت بشه، چه صادرات واردات، علاقه من هستیم قرارداد 25 ساله، حالا انشالله کووید 19 رفت بشه، خیلی من تلاش کردم چی ایران رو تارگت کنم واسه
توریسم تشریف بیارن ایران، اون چیزایی که تو کتابا پرسپولیس اینا رو خوندن در ایران ببینن